بخش کارگاه مد پژوهی درس ششم که عمدتا مجاز و جهش زمیر هست و نقش های زمیر متصل چه به فعل به چسبت چه به اسم مطرح میشه و بعد از اون آرایه مجاز و آرایه ایهام و قلم روی فکری درس کارگاه مدپجوهی درس ششم قلم روی زبانی معنای واجه های مشخص شده را با کاربرد آنها در متن درس مقایسه بکنید ارباب حاجتی مو زبان سوال نیست در حضرت کریم تمنا چه حاجت است حضرت اینجا خط زیرش کشیده شده اینجا در بارگاه معنی کنیم قشنگتر هست در بارگاه حضرت دوست محل حضور حضرت کریم تمنا درخواست چه معنی داره معنی نداره که پس اینجا محذر و بارگاه حضرت کریم خداوند کریم و بخشنده تمنا و درخواست مفهومی نداره تعلیم ذره گیر در امر معاش معاش زندگی گذران زندگی نیمی سوی خود و نیمی میپاش معاش زندگی کردن هست به نظرم یکیه در جمله در جمله زمایر پیوسته یا متصل در سه نوع نقش دستوری ظاهر میشوند یا مفعولند یا متممن یا مضافون الی خب اگر به دنبال فعل بیایند مفعول یا متمم هستند ولی اگر به دنبال اس بیایند غالبا مضافون الی هستند مگر این که در شعر باشه که جهش زمیر اتفاق افتاده باشه خب اینجا در نقش مفعولی الف در نقش مفعولی ای صبدم ببین که کجا می فرستمت کجا میفرستمت یعنی تو را به کجا میفرستم نزدیک آفتاب وفا میفرستمت تو را نزد معشوق که آفتاب وفاداری است از نظر وفاداری مانند آفتاب بر همگان آشکار است بیین است میفرستم آنکه عمری میدویدم در پی او سو به سو ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو ناگهان او را دیدم او را یافتم پس نقش مفعولی گوش کن پند ای پسر و از بحر دنیا غم مخور گفتمت چون در حدیثی گرتوانی گوش دار حدیثی مانند در به تو گفتم به تو گفتم خب خودش توضیح داره که مفعول هست چو یار نیز به تسکین خلق نتوان زیست چو یار نیز به تسکین خلق نتوان زیست که دوستان اگرم دل دهند جان ندهند اگر دل به من دهند دل به من اگر به من دل بدهند یا دل به من بدهند قشنگترش این است که دل رو در گزار فعلایی به مفعول و متمم مفعول رو اول بیاوریم و بعد متمم رو بنابراین به من دل بدهند قشنگیش این است که بگیم دل به من بدهند خب اینجا هم میم متمم هست اما در نقش مضافون الهی که در شعر اومده حسنت به اتفاق به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان میتوان گرفت حسنت یعنی حسن تو مضافون لی هست لاله دیدم روی زیبای تو هم آمد بیاد لاله دیدم روی زیبای تو بیاد من آمد پس جابجایی جایی اتفاق افتاده اما بعد از یاد می آید دیگه شعله دیدم سرکشی های تو هم آمد بیاد سرکشی های تو بیاد من آمد بنابراین میم مضافون در شعر مهر و وفا نمونه از کاربرد زمایر متصل بیابید و نقش دستوری آنها را مشخص کنید که اغلبشون رو عرض کردم خدمت شما بله خداش شه مفعول بود عرض کنم فرشتهت به دو دست دعا نگه دارد مفعول بود فرشته با دو دست دعا تو را نگه دارد گرد هواست که معشوق نکسلت این گر هوای تو آن است هوای تو مضافون لی است خب سبا بران سر زولف اردل دل مرا بینی میم مضافون لی هست زر روی لطف بگویش بگویش یعنی به او بگو ز روی لطف به او بگو که جا نگه دارد چو گفتمش که دلم را نگاه دارد چو به او گفتم شه متمم که دلم دلم می مزافون لی را نگه دارد. چه گفت؟ ز دست بنده چه خیزت خدا نگه دارد سرو زرو و جان و دلم سر و زر دل و جانم جان اسم میم هم مضافونه بدون مالش اومده پس بنابراین این مف... مضافونه لی فدای آن یاری که حق صحبت و مهر و وفا نگه دارد قبار راه کجاست خدا قبار راه تو مضافونه لی دیگه زمیری نداریم پس خب در متن دست دو نمونه مجاز بیابید مفهوم آنها را ذکر کنید مجازهایی که داشتیم چیا میتونه مجاز باشه؟ مجاز یعنی چی؟ مجاز یعنی به کار بردنه کلمه در معنای غیر واقعی آن به شرط وجود علاقه و قرینه یعنی باید یک نشانه ای باشد که ذهن ما را از معنای مجازی به معنای حقیقی سوق بدهد ببرد پس مجاز عبارت است از به کار بردن لفظ در معنای غیر حقیقی آن به شرط وجود علاقه و قرینه مجاز بلد نبودیم علاقه و قرینه هم اضافه شد علاقه چیست؟ رابطه و دلبستگی بین معنای مجازی و حقیقی را علاقه گویند علاقه ها در مجاز متعدد هستند قرینه چیه؟ قرینه چیست؟ نشانه ای که ذهن ما را از معنای حقیقی باز میدارد تا به سوی معنای مجازی برویم مثلا سر معنای حقیقی این واژه سر عضوی از بدن حالا اگه گفته بشه, بشه که من اون معنای حقیقیه اولین چیزی که به ذهن ما میاد حقیقت لفظه سر عضو از بدن هست من سرم را تراشیدم خب سر میشه مجاز از مو چه چیزی باعث شد که ما از عضو بدن به مو برسیم از سر که عضوی از بدن است به مو بخشی از اون عضو برسیم تراشیدم پس این میشه قرینه ما تراشیدن میشه قرینه چه رابطه بین سر و مو وجود داره یعنی کل گفته شده و جز مد نظر هست بهش میگن علاقه کلیه یعنی بین سر و مو یک رابطه ای وجود داره که کل رو گفتیم و منظورمون جزئی از این کل است مثل اینکه بگیم ماشین ماشین خب خودرو یا هر وسیله نقلیه اما اگه بگیم ماشین من پنچر شد ماشین اینجا میشه مجاز از چرخ ماشین یا لاستیک ماشین پنچر شدن قرینه ماست ذهن ما رو از ماشین به سمت چی میبره؟ به سمت لاستیک یا چرخ ماشین میبره اما ماشین رو گفتیم ولی جزئی از ماشین مد نظر ماست پس بنابراین کل رو گفتیم جز مد نظر ماست این علاقه کلی است علاقه ها متعددن یعنی میتونیم علاقه جزئیه بگیم علاقه کلیه بگیم علاقه عالیه لازمیه سببیه محلیه اصلا الان شما مثلا داشته باشید لیوان لیوان ظرفی استوانه شک در ذهن شما مجسم میشه این حقیقت معنیه لیوان را یک جا سر کشیدم آنچه که ذهن ما رو از لیوان به سمت اینجا سر کشیدم یعنی آب در اون لیوان مجاز از آب درون لیوان آنچه که ذهن ما را از ظرفه به سمت محتویات ظرفه میبری سرکشیدنه پس این میشه قرینه ما بین لیوان و آب درون لیوان چه وجود داره؟ علاقه محلیه یعنی محلو گفتید ولی محتویات اون محل مد نظر هست بنابراین علاقه محلی است حالا اینجا در متن درس آورده که مجازهایی پیدا بکنید و مفهوم آنها را ذکر کنید بیارید خب اینجا سبا بران سر زلف ار دل مرابینی زلف مجاز از زیبایی نماد زیبایی است پس بنابراین جزئی از وجود معشوق میگه و کل وجود معشوق یا زیبایی معشوق مد نظر از علاقه جزئی است یا اینجا میگه سرو زرو دلو جانم فدای آن یاری سر زر دل جان یعنی تمام داشته های من مجاز از همه داشته های من فدای آن یاری که حق صحبت و مهر وفا نگه دارد ز دست بنده چه خیزد چو گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت ز دست بنده چه خیزد دست مجاز از توان و قدرت هست بنابراین دست اینجا معنای مجازی در مفهوم توان و اون قدرت هستون برای اینکه آلت و ابزار توانایی و انجام کار انسان دست هست و علاقه عالیه داره خب اما ادامه بحث خب در ادبیات فارسی شاعران یا نویسندگان واژه سبا را در کدام مفهوم نمادین به کار میبرن به عنوان پیک پیامرسان و پیامبر خود ایهام رو هم خدمتتون عرض کردم گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد بوی رایه و آرزو بود دیگه که اینجا معنی آرزو میده با تعجب متن درس حافظ شرط، حافظ شرط وفاداری معشوق را در چه میداند سر رشته را نگه دار تا او سر رشته را نگه دارد در واقع بیت چهارم گرت حواس که معشوق نگذرد به اگر میل تو آن است که معشوق پیمان را نگذرد سر رشته نگه دار که نگاه دار سر رشته تا نگه دارد تو سر رشته را عشق را حفظ کن تا او هم حفظ کند بیت زیر با کدام قسمت از سروده حافظ ارتباط مفهومی داره تا نگردی آشنازین پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش سروش حاطف، الهام آور در واقع پیام رسان قیبی میشه سروش با کدام بیت ارتباط مفهومی داره؟ خب حدیث دوست نگویه مگر به حضرت دوست کاشنا آشنا سخن آشنا نگه دارد این میتونه باشه؟ و از کدام بیت درس میتوان مفهوم آیه شریفی و من یتوکل علی الله فهو و حسبه هر کس توکل کند بر خداوند پس او برایش کفایت می کند دریافت می شود دیگه بیت ششم به نظرم بهتر هست که برای این مفهوم در نظر بگیریم چه گفتمش که دلم را نگاه دار چه گفت دست بنده چه خیزد خدا نگه داره بر خدا توکل کن از دست بنده کاری بر آید پس اگر بر خداوند توکل کنی خداوند برای تو کفایت بکنی اینم درس ششم و مفاهیم آن گنج حکمت حکمت مانند گنج است اضافه تشبیهی یعنی مضاف و مضافون لی مشبه و مشبه به قرار گرفتن حقه راز حقه صندوق چه حقه معنای دیگه هم داره مهره حقه کلک و فریب و نقشه هم معنی می کردیم اما اینجا صندوقچه راز هست روزی یکی نزد شیخ آمد و گفت ای شیخ آمدم تا از اسرار حق چیزی با من نمایی نمایی یا نمایی یعنی بگویی مطرح کنی برای من مشخص کنی شیخ گفت بازگرد تا فردا بازگرد برگرد تا اینکه فردا بیا و اسرار حق را با تو در میان بگذارم آن مرد بازگشت شیخ بفرمود تا آن روز موشی بگرفتند و در حقه کردند صندوقچه جعبی سربسته سر حقه محکم کردند در صندوقچه را محکم بستند دیگر روز آن مرد باز آمد دیگر روز یعنی روز بعد صفت مبهم هست آن مرد صفت اشاره برگشت گفت: ای شیخ آنچه وعده کرده ای بگوی آنچه به من وعده داده بودی دا با من در میان بگذار شیخ بفرمود تا آن حقه را به وی دادن شیخ دستور داد تا آن صندوق چرا آن جعبه را به او دادن گفت زینهار زینهار صوته یعنی آگاه باش بدان صوت تنبیه یا آگاهی یه جمله به حساب میاد اسوات کلمات یا واجه هایی هستند که بیانگر احساسات و عواطف درونی انسان هستند احسن آفرین افسوس دریق درد اینجا زینهار یعنی بدان آگاه باش صوت البته معانی دیگه هم داره زینهار یعنی امانت هست زینهاردار نباید زینهار خار باشد یعنی امانت دار نباید در امانت خیانت بکند اینجا صوته زینهار تا سر این حقه باز نکنی مراقب باش تا در این جعبه را باز نکنی مرد حقه را برگرفت حقه را برداشت جعبه را برداشت به خانه رفت سودا یا آونش بگرفت سودا خیال سودا یعنی بازار سودا وسوسه سودا آتش معانی مختلف داره اما اینجا یعنی سودا عشق معنی میده سودا یا آنش بگیر یعنی وسوسه شد در این فکر بود در این اندیشه بود سودا یا آنش بگیر که آیا در این حقه چه سر است در این جعبه چه رازی است چه رازی نهفته است هر چند سب کرد نتوانست یعنی اون وسوسه و هوای درونی بر او غالب شد سر حقه باز کرد در جعبه را باز کرد موش بیرون جست بیرون پرید و برفت مرد پیش شیخ آمد و گفته ای شیخ به نشانه اعتراض نزد شیخ آمد گفته ای شیخ من از تو سر خدای تعالی طلب می کردم. طلب کردم تو موشی به من دادی ای شیخ من اسرار شناخت حق را از تو دریافت می کردم عرض می کردم که رازی با من در میان بگذار که من بتوانم با خدا ارتباط برقرار بکنم شناختی نسبت به مسائل عرفانی پیدا بکنم تو یه موشو گرفتی تو جعبه کردی به من دادی شیخ گفت ای درویش ای فقیر ای مبینوا ما موشی در حقه به تو دادیم تو پنهان نتوانستی داشت ما یه موش گرفتیم گذاشتیم توی یه جعبه به تو دادیم تو نتوانستی که این موشه رو حفظ بکنی اونقدر جنبه نداشتی که تحمل بکنی وسوسه درونی تو رو نذاشت که از این امتحان من سر بلند در بیای سر خدای با تو بگویم چگونه نگاه خواهی داشت اگر اسرار الهی را با تو در میان بگذارم چگونه میتوانی آن را حفظ کنی اصلا نمیتوانی آن را حفظ کنی اسرار توحید در واقع نوشته محمد ابن منور هست که نوه ابو سعید اول هست این شیخ ابو سعید اول خیر هست ابو سعید اول خیر از ورفای قرن پنجم هست که کرامات و اون رفتارهای عرفانی و حالات عرفانی او به وسیله نوی او محمد ابن منور در قرن ششم تحت عنوان کتاب اسرار نوامات شیخ و